دختر خانم دیگر نوشتن با سلام و تبریک سال نو خدمت خانم دکتر. میدونم شاید جای مناسبی نباشه، ولی ممنون میشم در خصوص سوالی که دارم منو راهنمایی کنید. من از دوران کودکی دچار استرس و منفی بافی بودم، هنوز ادامه داره. الان که 33 سالمه این مشکلات به صورت حمله استراب خودشو نشون میده. من مدتی با مشاور کار کردم و کتاب از حال بد به حال خوب دکتر برنز رو، اگر درست تلفظ کرده باشم، دکتر برنز رو هم خوندم که تا حدی کمک کرد. چند بار هم پیش روان پزشک رفتم ولی راضی نشدم دارو درمانی رو انجام بدم و فقط در مواقع بروز حمله از 0.25 میلی گرم آلیزالولام، نه ببخشید بذارید من درست تلفظ کنم، آلیرالوزام یا کلونازپام استفاده می کنم. به نظر شما کدام روش موثره؟ آیا دارو درمانی یا مشاوره یا هر دو یا خواندن کتاب های بیشتر؟ ممنون از پاسخ شما. همش حتما داروی استرابش رو به طور دائم باید شروع کنید. داروی استرابت رو، اون داروها فقط تسکین کننده است و طبیعتا نباید دائما خورده بشه، خطر اعتیاد داره. ولی داروی اضطراب و افسردگی خطر اعتیاد نداره، ساید افکت یا عواقب جانبیش هم بسیار ضعیف و کمه. حتما به صورت مرتب باید دارو تو شروع کنی و در کنار دارو درمانی، اگر پزشک دارو رو برات نوشته، حتما دارو تو ادامه بده، ولی نه اون داروی که گفتی. و بعد در کنارش مطالعه و روان درمانی خیلی کار بزرگیه. ببین، مطالعه و سی دی گوش کردن و کتاب گوش کردن مثل این میمونه که ما قرص فشار خونمونه به ما فرمولاشو نشون میدن، میگن ببین بخون ببین اطلاعات زیاد بشه که فرمولاش از کجا شروع شده، چجوری درست شده. اطلاعات ما در مورد دارو درست خوب میره بالا، ولی اگه دارو رو نخوریم متاسفانه فشار خون ما پایین نمیاد. خوندن کتاب و سی دی و دیدن برنامه ها خیلی خوبه، ولی خیلی از ماها مستقیما احتیاج به روان درمانی هم داریم. با فردی که اعتماد بهش داریم و اعتقاد بهش داریم روان درمانی هم بکنیم و این کارو خیلی سریعتر جلو میبره و معالجه رو خیلی سریعتر و اصولیتر و ریشه‌ای‌تر میکنه. پس به نظر من پیشنهاد من اینه که هر سه تاش انجام بدم. بله، سپاسگزارم.
دختر خانم دیگر نوشتن با سلام و تبریک سال نو خدمت خانم دکتر. میدونم شاید جای مناسبی نباشه ولی ممنون میشم در خصوص سوالی که دارم منو راهنمایی کنید. من از دوران کودکی دچار استرس و منفی بافی بودم، هنوز ادامه داره. الان که 33 سالمه این مشکلات به صورت حمله استراب خودشو نشون میده. من مدتی با مشاور کار کردم و کتاب از حال بد به حال خوب دکتر برنز رو، اگر درست تلفظ کرده باشم، دکتر برنز رو هم خوندم که تا حدی کمک کرد. چند بار هم پیش روان پزشک رفتم ولی راضی نشدم دارو درمانی رو انجام بدم و فقط در مواقع بروز حمله از 0.25 میلی گرم آلیزالولام، نه ببخشید بذارید من درست تلفظ کنم، آلیرالوزام یا کلونازپام استفاده می کنم. به نظر شما کدام روش موثره؟ آیا دارو درمانی یا مشاوره یا هر دو یا خواندن کتاب های بیشتر؟ ممنون از پاسخ شما. حتما داروی استرابش رو به طور دائم باید شروع کنید. داروی استرابت رو، اون داروها فقط تسکین کننده است و طبیعتا نباید دائما خورده بشه، خطر اعتیاد داره. ولی داروی استراب و افسردگی خطر اعتیاد نداره، ساید افکت یا عواقب جانبیش هم بسیار ضعیف و کمه. حتما به صورت مرتب باید دارو تو شروع کنی و در کنار دارو درمانی، اگر پزشک این دارو رو برات نوشته، حتما دارو تو ادامه بده، ولی نه اون داروی که گفتی. و بعد در کنارش مطالعه و روان درمانی خیلی کار بزرگیه. ببین، مطالعه و سیدی گوش کردن و کتاب گوش کردن مثل این میمونه که ما قرص فشار خونمونه به ما فرمولاشو نشون میدن، میگن ببین بخون، ببین اطلاعات زیاد بشه که فرمولاش از کجا شروع شده، چجوری درست شده. اطلاعات ما در مورد دارو درست خوب میره بالا، ولی اگه دارو رو نخوریم متاسفانه فشار خون ما پایین نمیاد. خوندن کتاب و سیدی و دیدن برنامه ها خیلی خوبه، ولی خیلی از ماها مستقیماً احتیاج به روان درمانی هم داریم. با فردی که اعتماد بهش داریم و اعتقاد بهش داریم روان درمانی هم بکنیم و این کار رو خیلی سریع‌تر جلو میبره و معالجه رو خیلی سریع‌تر و اصولی‌تر و ریشه‌ای‌تر میکنه. پس به نظر من پیشنهاد من اینه که هر سه تاش انجام بدن. بله، سپاسگزارم.